سلام، فلاحی هستم از گروه مهندسی سیفلاین. خب کلیپ قبلی در مورد شارژ پرینترهای رنگی به شما گفتیم. مثال قبلی در مورد کاتج 1025 بود. خب فقط این باید نکته توجه داشته باشه که روی این کاتج درام نیست، اینا یه درام مشترک دارن. اینا فقط بلید و مگنت و فوم و چیپ و اینا داخل اینا، بقیه قسمت ها که به صورت مشترک میشه درام و بکتونر و فوم و داکتور بلید داخل و بکتونر داخل این قسمت میشه. خب برای اینکه این کارتیج رو حتما شارژ کردین باید این قسمت رو که درام هسته بکتونر رو با خالی کنید. خب تو این کلیپ به شما آموزش میده چجوری اینو خالی کنید. اگر فقط اینو نکته توجه کنید که اگر خالی نشه ظرفیت این قسمت پر بشه، دوباره همین بکتونر میاد توی کار و زمینه به شما میده. خب حالا ببینید، دو تا قسمت رو شما میتونید باز کنید. اگه این قسمت رو باز کنید، فقط این قسمت رو میتونید باز کنید و درام بیاره. اگه این قسمت رو باز کنید، مجبور این قسمت هم باز کنید که درام بیاره. خب راحت این کار اینه که این قسمت درام رو باز کنیم. فقط با احتیاط که مراقب باشه باید درام زمین نخوره. آروم درش رو درم بیاریم، درام میاد بیرون. خب ببینید، اگه این قسمت رو باز بکنید مجبور میشدید دوباره این قسمت رو، چون این در میاد این نمیتونید درام راحت بیاد بیرون، دوباره مجبور دارید این هم باز کنید. خب به این صورت فومش رو باز میکنیم. و دکتر بدیدشم این مخزن تونر بکش و تونر اضافه داخل اینجا میشه. خب من به خاطر اینکه نشون میدم چقدر داخل این هستش، چون چهار تا رنگ و این همه رو با هم میریزه بیرون، شاید مشکی نباشه. رنگش هم فرق کنه. این تونل اضافی داخل خود تونل بک. خب ما اینو باد میگیریم، تمیزش میکنیم. برای اینکه باد گرفتیم بلید و دکتر بلید رو تمیز میکنیم. سعی کن اسپری نذاریم چون اذیت میکنه. فقط یه تنظیف سازا خیلی آروم تمیز که کردیم میبندیم درجه. خب مراحل قبل فقط تکرار میکنیم.
اسپری نمیده همینجا فقط به شما سعی کنید اسپری استفاده نکنید مگر اینکه خیلی تونل یا بالاخره چیزی چسبیده باشه که پاک نشه همینجوری و مجبور بشین از اسپری استفاده بکنید. سعی کنید یه زن با دست بچرخ کنید که مطمئن شید دراتون حاضر. امیدوارم که مورد استفاده قرار گرفته باشم. خدا نگهدار.